در سالگرد قتل روزنامه‌نگاران شارلی ابدو که جمعاً به 17 نفر رسید، مردم حافظه را در کوچه به امانت گذاشتند و نشریه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. امروز چهارشنبه و جلسه هیئت دولت تشکیل شد. پرونده‌ها یکی دوتا نیست و از جمله موضوعات مهم و مطرح در فرانسه جلیقه زردها که اگر خودشان مسئله ساز نیستند اما خرابکاران و رویاروی آنها با قانون سخت و دشوار به نظر می رسد. کریستوف دوتنج یک بوکسر فرانسوی آشکارا به پلیس حمله ور شد و حال که در انتظار محاکمه و زندان و جریمه نقدی است، در شبکه‌های مجازی صندوق اعانه برایش فراهم آوردند، نوعی حمایت از مردی که به پلیس حمله کرده، همان پلیسی که قرار است از جان او و دیگر شهروندان مراقبت کند. به قول فرانسوی ها پایان دنیاست. عکس ها محکومیت او را قطعی ساخته است. همزمان نخست وزیر آقای ادوار فیلیپ گفت خسارات باید توسط خرابکاران پرداخت شود و نه شهروندان. Et très complètement engagé de façon à ce que ce soit les casseurs qui payent et pas les contribuables. باید گفت که تا به حال در تظاهرات هر خرابی توسط بودجه دولتی تامین میشد، ولی از این پس چنین نخواهد بود. امروز تنها خشونت و ضد قانون بودن پرسش نیست. به گفته ای اعتراض و خواسته ها بله، خرابی و حمله به اموال مردم و دولت نه. امروز در ساعت 1:45 بعد از ظهر پس از پایان جلسه هیئت دولت، نخست وزیر در جمع روزنامه‌نگاران حاضر و به پرسش آنها پاسخ داد. در خبرها آمده امسال رئیس جمهور فرانسه مراسم متعدد تبریک سال نو را به رده‌های متفاوت جامعه و دولتی و غیر دولتی مانند سال قبل برگزار نمی کند و تعدادش را به حداقل رسانده است. وزارت خارجه فرانسه در همراهی با تمام اعضای اتحادیه اروپا مفاد تحریم دو فرد اطلاعاتی حکومت تهران را تایید کرده، می گوید به موازات از گفتگو و دستیابی به راه حل مناسب استقبال می کند. وزیر خارجه امریکا آقای پومپئو می گوید حکومت تهران و داعش تهدید مهم در خاورمیانه هستند. در خبرهای دیگر خروج نیروها از یمن دال بر این است که اگر اعلام خروج ارتش امریکا از سوریه هنوز هم انجام نگرفته، آغاز سری تحولاتی است که بایستی در زمانش از آن سخن گفت. گفته وزارت خارجه فرانسه مبنی بر تحریم که چند ثانیه پیش شنیدید، حکومت را در مجامع بین المللی بیشتر به عقب می راند، زیرا نمی شود بخشی از یک حکومت تروریست باشد و بخشی دیگر از همان حکومت دیپلمات. گنون سکاو یک وزیر اسرائیلی که سال پیش در برنامه دکه به طور کامل درباره خودش و زندگیش گفتیم، اینک احتمال 11 سال زندانی شدن را به دلیل جاسوسی برای جمهوری اسلامی دارد. در گوشه دیگری از خبرها، تحریم‌های آمریکا سبب شده تا افغان‌های مهاجر در ایران که سال قبل شمارشان به 770 هزار نفر رسید، نیمی داوطلبانه و باقی از ایران اخراج شوند. سازمان ملل می‌گوید نزدیک به 2 میلیون افغان بیرون از آمار رسمی در سراسر ایران پراکنده اند. یک افغانی میگوید 3 نفر نانخور دارم و هزینه عبور از مرز را ندارم. و بالاخره آقای بشار اسد در عکس ها میگوید و مردم سوریه و پناهندگان در زیر ریزش برف و سرما در مرز با لبنان میگویند. همانطور که میبینید چادرها در زیر برفهای سنگین به زمین میفتند. هوا را ببینید، از همه جا بریده شده ایم. باید رو به سمت خداوند ببریم. ما برای پر
پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای چه سفرها کرده